در ایران امروز شماری از نمایندگان حامی دولت در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از قوه قضاییه خواستند تا هرچه سریعتر به پرونده‌ای که در خصوص اتهامات میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده رسیدگی کند. پیشتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به خبرنگاران گفته بود سران مخالفان دولت قطعاً محاکمه خواهند شد. در همین حال جمعی از دانشجویان و جوانان عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و میرحسین موسوی با انتشار اطلاعیه‌ای به تشدید فشارها بر رهبران مخالفان دولت اعتراض کردند. بابک داد تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با صدای آمریکا میگوید نیروهای امنیتی قدم به قدم با اجرای طرح‌های خود اکنون به پشت دیوار خانه‌های سران جنبش مخالفان دولت رسیدند. ببینید از اولین روزی که اینها مواجه شدند با اعتراضات گسترده مردمی سعی کردند که نقشه‌هایی بچینند برای سرکوب و بعد کنترل کردن سران جنبش رو، سعی کردن اونها رو از بدنه جامعه جدا بکنن، منزوی بکنن و حالا هم نقطه حس به اونها رو دارن به بهانه پرونده قضایی و یا به بهانه های دیگر. این نقشه در 15 ماه و به مرور انجام شده. شیوه انجامش هم اینطور بوده که تست زدن در جامعه و جامعه رو به لحاظ روانی چک کردن ببینن آیا جامعه واکنشی نشون میده یا نه و بعد قدم بعدی رو برداشتن. مثال میزنم در حمله به آقای کروبی ابتدا ایشون رو در خیابون مورد حمله قرار دادن، بعد در قزوین ماشین ایشون رو به گلوله بستن، دیدن که اون واکنشی که باید نشون داده نشد از طرف مردم و به خصوص از طرف بزرگان جنبش سبز و بعد قدم به قدم و متر به متر به سمت آقای کروبی و آقای موسوی نزدیک شدند تا امروز که پشت دیوار خانه اینا رسیدند. امشب شاید صدا و فریاد الله اکبر مردم متوجه کنه حاکمیت رو که زیاد از حد و بسیار ناگوار قدم آخر رو برخواهد داشت و ممکنه که این پله آخر پله چوبی و شکستهی باشه و حاکمیت در لحظه که فکر میکنه داره قدم آخر رو با پیروزی برمیداره به شکست مفتزهانهی برسه. آقای داد، به نظر شما هدف بخشی از حاکمیت برای محدود کردن رهبران مخالفان دولت و در واقع برخورد با این رهبران چه هست؟ ببینید، حاکمیت بهتر از هر کسی میداند که قدرت جنبش سبز و قدرت مردم در حال حاضر به چه اندازه بالاست و به دلیل ترس از همین قدرت هست که امروز پشت دیوار خانه آقای کروبی هجوم آوردند تا ایشون رو به لحاظ فیزیکی حذف بکنند یا آقای موسوی رو. اما قطعا با حذف سران و رهبران جنبش سبز، جنبش سبز که یک جنبش اجتماعی است به پایان نخواهد رسید. این رو تاریخ بارها به ما نشون داده که جنبش ها با انقلاب ها فرق میکنند و این بار مردم دارن حرکتی از زیر بنای جامعه انجام میدن که قطعا تمام ارکان این جامعه استبداد زده الان خواهان یک تغییر اساسی و تحول کامل در این جامعه هستند و به اون خواهند رسید.